در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. زلمه خلیلزاد میگوید اگر پاکستان به حمایت از دهشت افغانی خاتمه ندهد، مانند کوریای شمالی منزوی خواهد شد. تحقیقات هنوز روی چگونگی سقوط طیاره مسافربری مصری همچنان ادامه دارد. و یک نوجوان افغان با کمک معلمش خود را به زندگی در میان دو فرهنگ مطابقت می دهد. سلمای خلیزاد می گوید اگر پاکستان مشی خود را متحول نسازد، مانند کوریای شمالی منزوی خواهد شد. رشی مرغنی در سومین سمپوزیوم ملی توانمندسازی زنان تعهد سپرده است که زنان افغان به عقب باز نمی گردند و یک مبعوث افغان از زندان گوانتانامو رها گردیده است. با سلام با شما بیننده تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز شنبه 21 ماه می سال 2016 می باشد. لینا روزبه هستم و برنامه را با این خبر از افغانستان آغاز می کنم. زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان و عراق و ملل متحد می گوید اگر پاکستان در سیاست خود مبنی بر حمایت از افراطیت، تروریسم و جنگ علیه نظام فعلی افغانستان تغییر نیاورد، مانند کوریای شمالی منزوی خواهد شد. آقای خلیلزاد امروز در مراسم افتتاحیه مکتب نسوان بی بی زهرا که به نام مادر آقای خلیلزاد مسمی شده است حضور یافته بود، با رسانه‌ها صحبت کرد و گفت که پاکستان در حال منزوی شدن است و اگر سیاست حمایت پاکستان از تروریسم ادامه یابد، افغانستان و دنیا مجبور خواهند شد تا در خاک پاکستان علیه لانه‌های تروریسم مستقیما وارد عمل گردند و اقدام کنند. امیدوار هستم که سیاست پاکستان تغییر به اطمینان ندارم که تغییر خواهد آمد یا نه. پس ضروری است که حساب باید نشه سر از اونا که اونا در سیاست خود تغییر خواهد آوردن. باید کوشش و حساب سر از این شود که چطور افغانستان هرچی قوی تر شود که مقابله کرده بتانه با سیاست دشمنانه پاکستان. آقای خلیلزاد در رابطه با مذاکرات صلح در جریان میان حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفت اگر حکمتیار قانون اساسی افغانستان را قبول کند و راه و روش سابق خود را غلط تلقی نماید، این تلاش صلح موفقانه خواهد بود. یک تبعه افغانستان که تنها با نام عبیدالله شناخته شده است و طی عملیات نظامی نیروهای ایالات متحده در سال 2002 توقیف شد، مورد عفو قرار گرفت و زندان گوانتانامو رها می شود. کمیته بررسی موارد عفو در زندان گوانتانامو این تصمیم را روی این محبوس اتخاذ کرده است. این کمیته نگهداری عبیدالله را در این زندان غیر ضروری خواند. عبیدالله در حال توقیف شده بود که نیروهای ایالات متحده 20 مین را در محل نزدیک خانه وی یافتند و او به اتهام عضویت در واحد بمبگذاری القاعده توقیف شده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دعوت رسمی امیر قطر امروز شنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه حکومت عازم دوحه پایتخت آن کشور شده است. طبق اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در جریان این سفر رسمی دو روزه‌اش در 16مین نشست دوحه تحت عنوان ثبات و آسایش برای همه شرکت می‌کند و با مقامات ارشد آن کشور و تاجران افغان مقیم قطر نیز ملاقات خواهد کرد. ولی از احتمال اینکه آیا ملاقات در میان مقامات افغان با سران طالبان مقیم قطر و یا غیر و صحبت روی پروسه مصالحه با طالبان با مقامات قطری نیز صورت میگیرد یا خیر، در این اعلامیه ارگ معلومات گنجانیده نشده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که زنان افغان توانایی نمایندگی از خود را پیدا کردند و نیازی نیست که بیش از این مردان و یا جامعه جهانی از آنان نمایندگی کنند. آقای غنی که در سومین سمپوزیوم بین‌المللی توانمندسازی و نقش زنان در جامعه صحبت میکرد، بار دیگر تاکید ورزید که قانون اساسی افغانستان با هیچ کسی معامله نخواهد شد. آقای غنی اضافه کرد که هدف اصلی حکومت وحدت ملی ایجاد یک جامعه اعتدالگراست و نظریات و دیدگاه‌های افراطی نباید جامعه را گروگان بگیرد. زن افغان حاضر نیست به عقب بره. زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرد افغان.
و زن افغان تقاضا داره که سهم مشخص، واضح و همه جانبه داشته باشه. آقای ریچارد اولسن، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، نیز میگوید که ایالات متحده از تلاش‌های صلح افغانستان با گروه‌هایی که قانون اساسی و حقوق زنان را بپذیرند حمایت می‌کند. United States has always been clear that we support آمریکا به گونه واضح از هر تلاش صلح‌جویانه افغانستان حمایت می‌کند، به خصوص صلح با کسانی که از حراس افغانی دست بردارند، خشونت‌ها را کنار بگذارند، قانون اساسی و حقوق زنان را بپذیرند. درباره حزب اسلامی ما ترجیح می دهیم که این مسئله مربوط به حکومت افغانستان می شود، اما ما از هر اقدام صلح به رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان حمایت می کنیم. قرار است بعد از ختم این سمپوزیوم دو روزه، خواستهای زنان افغان در چارچوب یک برنامه مشخص در نشست‌های وارسا و بروکسل مطرح شود تا روی زدایش مشکلات زنان فعالیت صورت گیرد. در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا، نظر شما را در مورد نظریات رئیس جمهور غنی در این نشست روی توانمندسازی زنان خواسته بودیم و اینکه آیا نگران تلف شدن حقوق زنان در پروسه سیاسی مصالحه با مخالفین هستید و یا خیر. در زمره کسانی که نظر دادند، یک تن از اعضای صفحه فیسبوک نظر خود را در مورد نظریات رئیس جمهور غنی در این نشست شنین ابراز داشته است. به نظر من اگر با حکمتیار صلح شود یا با دیگر مخالفین، حقوق زنان تلف نخواهد شد، چرا که زنان بخشی از جامعه را تشکیل می دهند. خانم فهیمه از کابل می نویسد زنان افغانستان زنان دیروز و پارسال نیستند که به عقب بازگردند. امروز زنان افغانستان با شعور و با سواد و بهتر از زنان دیگر ممالک اسلامی شدند. با تشکر از شما که هر روز نظرات خود را با ما روی موضوعات در میان میگذارید. برای آنهایی که هنوز عضو این صفحه نشدند، به این آدرس رجوع کنید و عضو شوید: facebook.com/voatvashna. و همچنان بازدید از صفحه تلویزیون آشنا را در اینستاگرام و دیدن برنامه ها، گزارش ها و مصاحبه ها را در شبکه یوتیوب تلویزیون آشنا فراموش نکنید. می‌پردازیم به خبرهای دیگر جهان. تحقیقات روی چگونگی سقوط طیاره MS-804 که با 66 مسافرش به روز پنجشنبه سقوط کرد همچنان ادامه دارد. گزارش‌های ابتدایی حکی از آن است که هیچ تماسی از طیاره در مورد موجودیت نواقص تکنیکی با مراکز مربوط دادن نشده بود. این در حالی است که گروه تحقیقات و جستجو بقایای اجساد، وسایل شخصی مسافران و برخی کرسی‌های طیاره را یافتند. در حالی که جستجوها پس از سقوط این طیاره ادامه دارد، طی تصویر ویدیویی که از سوی نیروی بحری فرانسه به روز جمعه انتشار یافت نشان می‌دهد که کشتی فرانسوی برای جستجو همکاری کرده است. طیاره‌ها و کشتی‌ها از مصر و 5 کشور دیگر در یک ساحه گسترده از شرق مدیترانه و یک روز پس از آن که اردوی مصر بقایای اجساد مسافران این جت را در 290 کیلومتری شمال شهر ساحلی اسکندریه یافتند، در حال جستجو می باشد. مقامات و خانواده‌های قربانیان طیاره سقوط کرده مصری در وزارت امور خارجه فرانسه بروز شنبه دور هم جمع شده بودند. اداره تحقیقات سانحات هوایی فرانسه می گوید دود در مکانهای متعدد در پرواز شماره 804 ایجپت ایرلاین قبل از آن که در بحیره مدیترانه سقوط کند تشخیص داده شده، لکن دلیل آن نامشخص است. یک سخنگوی این اداره به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که سیستم تشخیص خودکار طیاره نشان می دهد که چند دقیقه قبل از سقوط هشدارهایی از موجودیت دود از طریق رادار ارسال شده است. عطیه صالح، رئیس انجمن مصر در فرانسه، گفت در میان قربانیان یک طفل 2 ساله بود که با پدرش سفر میکرد. همه این علامات دود و آنچه که گزارش شده بی ربط است. آنها هر چیز میگویند. هر کس میداند که خطوط هوایی مصر تا کنون بیش از 6000 ساعت پرواز داشته. من به پیلوت‌های خطوط هوایی مصر اعتماد دارم. اقارب و نزدیکان مسافران این طیاره با وزیر خارجه فرانسه در پاریس امروز ملاقات می کنند. این سقوط باعث از بین رفتن 66 تن مسافرین آن شد. هیچ مدرک قوی برای دلیل سقوط این طیاره در دست نیست که چرا به طور آنی اوایل صبح روز پنجشنبه از مسیر خود انحراف کرده است. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه را با گذاشته در رابطه با سوریه ادامه می دهیم. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون پیشنهاد روسیه را برای انجام حملات هوایی مشترک علیه القاعده بر تروریستان مرتبط به القاعده در سوریه رد کرده است. روز جمعه وزیر دفاع روسیه از این پیشنهاد کشورش به ایالات متحده خبر داد و اضافه کرد که این ماموریت مشترک پیشنهاد شده از جانب روسیه می تواند از تاریخ 25 ماه می در میان نیروی هوایی روسی و ائتلاف آغاز گردد. ولی سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده گفت که اشتراک نیروهای ایالات متحده و روسی با یک دیگر منطقی نیست و اضافه کرد که ماموریت‌های روسیه روی حمایت و مقتدر ساختن رژیم اسد است، در حالی که ایالات متحده فقط روی تضعیف و شکست گروه داعش فعالیت می‌کند. حیدر البادی صدر اعظم عراق عملکرد مظاهره کنندگان را که با نقض قانون خود را به منطقه سبز در بغداد رسانیدند تقویه کرد. آقای البادی کوشش مظاهره کنندگان را بر تهاجم بر امارات حکومتی و تخریب ملکیت عامه غیر قابل قبول خواند. پلیس از گاز اشکاور برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان استفاده کرد که تصمیم تهاجم بر ساختمان‌های حکومتی را داشتند. دلیل این مظاهره اعتراض علیه العبادی صدر اعظم عراق بود که من حیث نمادی از ناکامی حکومت در عراق محسوب می شود. برخی از مظاهره کنندگان که عامیان مقتدی الصدر بودند خواهان ختم سهمیه بندی حکومت در پست های سیاسی و تضمیم مقام های وزارت برای تمام احزاب سیاسی و همچنان متحول شدن سیستم حکومت به تکنوکراسی شدند. امروز شنبه شهر آلماتی، یکی از بزرگترین شهرهای قزاقستان، نیز شاهد تظاهرات ضد حکومت بود که در آن معترضین و مخالفین نورالسلطان نظربایوف رئیس جمهور که از سال 1989 بدین سو بر قدرت است شرکت کرده بودند. این تظاهرات در این شهر در حال صورت می‌گیرد که سلسله تظاهرات دیگر در شهرهای عمده آن کشور نیز در طول ماه گذشته جریان داشت. حدود 100 مظاهره کننده در چهارراه عمده این شهر در حال جمع شده بودند که پلیس مصروف توقیف آنان بود. مقامات قزاقستان این راهپیمایی را غیرقانونی اعلام کرده و از واکنش نیروهای امنیتی به آن هشدار دادند. می‌پردازیم به گزارش‌های مرتبط بر رقابت‌های میان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده. در حالی که دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون کاندید پیشتاز دموکرات برای تایید شدن من حیث کاندیدان نهایی احزاب خود می‌کوشند، به نظر می‌رسد که این دو کاندید حال توجه را برای انتخابات عمومی و رقابت با یکدیگر متمرکز ساختند. ترامپ در اظهارات اخیرش موضع کلینتون را در مورد حق ملکیت از سلام مورد انتقاد قرار داد. شرح بیشترین رقابت‌های در جریان انتخاباتی در این گزارش. دونالد ترامپ کاندید احتمالی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده، تاخت و تازهای خود را در برابر هیلری کلینتون کاندید دموکرات در مورد موضوعات مربوط به سلاح افزایش داده است. دونالد ترامپ روز گذشته در یک گردهمایی انجمن ملی سلاحداران امریکا هیلری کلینتون را یک شخص سنگدل خطاب نمود و بیان داشت که پشتیبانی خانم کلینتون از وضع قیودات بر داشتن سلاح امریکایان را در ساحاتی که گراف جرایم در آن بلند می باشد برای دفاع از خود ناتوان می سازد. هیلری کلینتون می خواهد که امریکایان آسیب پذیر را در مناطق دارای گراف جرایم بلند خالص سلاح سازد. فرق نمی کند که یک مادر در فلوریدا و یک مادر کلان در اوهایو باشد. هیلری کلینتون می خواهد که آنان بدفاع باشند و می خواهد هر فرصتی را که آنان به خاطر بقای خود دارند از ایشان بگیرد. انجمن ملی سلاحداران امریکا نیز ضمن حمایت از دونالد ترامپ من حیث کاندید حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری، موضع‌گیری او را در برابر هیلری کلینتون مورد استقبال قرار دادند. من از 7 ماه بدین سو او را در اینترنت و تلویزیون تعقیب می کنم. چیزی را که او می گوید می خواهد آن را انجام دهد. فکر می کنم دلیل این کار محبت او به امریکا و مردم امریکا است. هیلری کلینتون می گوید که او از حق داشتن سلاح که توسط قانون اساسی ضمانت شده است حمایت می کند. اما اضافه می کند که اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی برای جلوگیری از دست یافتن افراد ناشایسته به سلاح ضروری می باشد. موضع‌گیری های هر دو کاندید در مورد موضوعات وابسته به سلاح طوری به نظر می رسد که این موضوع
یک نقش برجسته را در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود ایفا خواهد کرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. رهبران امور مالی کشورهای گروه جی 7 قبل از نشست اصلیشان در ژاپن ملاقات می‌کنند، در حالی که آنان در این ملاقات روی رشد اقتصاد متمرکزند، نگرانی عمده آنان رشد اقتصاد تلقی می شود، در حالی که مردم در جهان از مصرف پول خودداری می کنند. این مسئله بعدم از تقاضا و تولیدات و خدمات انجامیده است. وزیر مالی ژاپن در حالی که کوشش روی رشد اقتصاد را معطوف داشته بود، گروه جی 7 را تشویق بعدم استفاده از برخی فعالیت هایی کرد که روی هدف رشد اقتصاد صورت می گیرد و یکی از آن رقابت در عرصه بیارزش ساختن شاخص پولیس. جک لو وزیر مالی ایالات متحده حکومت و تجارت‌ها را تشویق به استفاده از مشی ترغیب برای رشد اقتصاد کرد. این نشست در حال دایر می شود که نظرات اعضای این گروه روی چگونگی تحریک رشد اقتصاد متغایر است. الچاپو یکی از مخوفترین و بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر مکزیکو از مکزیکو به ایالات متحده انتقال داده می شود و در ایالات متحده با اتهامات قاچاق مواد مخدر، قتل و شستشوی پول مواجه خواهد شد. ولی وکیل مدافع این متهم می گوید که آنها مصروف ارائه فرمه های قانونی هستند که این حکم استرداد را به چالش خواهد طلبید و این استرداد به گفته وی نباید سریع بلکه طبق مراحل قانونی صورت گیرد. الچاپو در حال حاضر در زندان سودیت هوراز در امتداد سرحدات میان ایالات متحده و مکزیکو محبوس است و قبلا دو بار از زندان‌های دارای شدیدترین تدابیر امنیتی در مکزیکو فرار کرده بود. باشندگان شهر هانوی در شمال ویتنام برای مواصلت رئیس جمهور اوباما به این شهر آمادگی می‌گیرند. قرار است رئیس جمهور اوباما بر روز دوشنبه در سفرش به ویتنام به این شهر برسد. دکانها و سرکها در این شهر با لوحه‌ها مزین شده و باشندگان این شهر از حضور رئیس جمهور اوباما و یا رئیس جمهور ایالات متحده در شهر خود هیجان زده و خرسندند، در حالی که این سفر رئیس جمهور اوباما سومین سفر یک رئیس جمهور ایالات متحده به ویتنام به شمار می رود. ویتنام امیدوار است که در طول این سفر تحریم انفاذ شده بر ویتنام در بخش سلاح حذف گردد. بالا قصر سفید میگوید حذف تحریم بر سلاح در ویتنام با سابقه حقوق بشر در آن کشور ربط دارد و بر مبنای آن روی آن تصمیم گرفته می شود. ایالات متحده در عرصه نظامی یکی از موانعی را که جنسیت است از میان بر می دارد و تمام پست های نظامی رسمی خود را برای زنان می گشاید. جف سالدن خبرنگار صدای آمریکا تفصیل بیشتر را در مورد این تصمیم نظامی تاریخی در ایالات متحده تهیه کرده است که بر اساس آن زنان اکنون می توانند نقش عمده ای را در جنگ علیه گروه داعش ایفا کنند. زنان از چندین سال به این سو در نیروهای نظامی آمریکا به افغانستان و عراق حضور داشتند، ولی به زودی آنان خواهند توانست تا در خط مقدم نبرد نیز بجنگند. برای پیروزی در ماموریت دفاع از کشور ما نمیتانیم خود را از استعداد و مهارت‌های نیمه نفوس کشور محروم کنیم. ما باید از هر آن فردی که معیارهای ما را پوره کرده میتواند استفاده کنیم. بر اساس امریکه به روز پنجشنبه توسط آشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده صادر گردید، بشهای اردوی ایالات متحده در مدت 30 روز باید همه سمت‌ها به شمول واحدهای پیاده و نیروهای ویژه را بروی زنان باز نمایند. حالا ما نمی‌توانیم موانعی را داشته باشیم که دسترسی ما را به افراد با استعداد محدود می‌سازد. این تصمیم در نتیجه یک پروسه 3 ساله اتخاذ گردیده است، اما زمان مورد توجه قرار گرفت که 2 زن برای اولین بار واجد شرایط ایفای نقش محاربوی در قوای مسلح شناخته شدند. مانند آنانی که در بعضی از بخش‌های قوای مسلح ایفای وظیفه می‌نمایند، ما نیز این تصمیم را اتخاذ نمودیم. در حالی که بسیاری‌ها در بخش‌های دیگر قوای مسلح از این بابت مشکل نداشتند، ولی دیگران به شمول جنرال جوزف دنفورد رئیس کمیته مشترک لویدرسیزان قوای مسلح ایالات متحده از این بابت نگران بودند. جنرال دنفورد تقاضا کرده بود تا چندین سمت در خطوط مقدم نبرد از این امر مستثنا باشد. در کنگرس نیز فضای احتیاط حکم فرماست. رؤسای کمیته های قوای مسلح مجلس و سنا هشدار دادند که این تصمیم بر منصوبین قوای مسلح و ظرفیت های رزمی نظامیان تاثیر مهمی خواهد گذاشت و تعهد سپردند که این موضوع را با تمامیت بررسی خواهند کرد. ولی برخی ها می گویند که منصوبین نظامی خود را با پذیرش زنان
عیار خواهند کرد. انتظار من این است که برخی از مردان و زنان حالا حق این تصمیم را خواهند داشت تا در قوای مسلح باشند یا نباشند. مقامات وزارت دفاع میگویند با وجود نگرانی ها همه جانب دخیل در موضوع در کل توافق دارند. هرچند زنان با ماهان نیاز دارند تا نخبه‌ترین و خطرناک‌ترین وظایف را اشغال نمایند. تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada. اطفالی که والدینشان به ایالات متحده مهاجر شدند میان دو فرهنگ زندگی می کنند. فرهنگ کشور والدینشان و فرهنگ ایالات متحده. آنها وقتی که در مکتب هستند خود را بیشتر آمریکایی حس می کنند، ولی در منزل مرتبط به کشوری که از آن مهاجر شدند و برگزاری تعادل در میان این دو هویت کار دشوار است. با گزارشی در این مورد توجه کنید. Oh my goodness. I'd say basketball بازی مورد علاقه من است. هارون داراب یکی از هفت طفل یک خانواده مهاجر افغان در ایالات متحده می باشد. شاید به خاطر برادرانم روحیه رقابت داشته باشم. آنها همواره مرا ترغیب میکنند تا بسکتبال بازی کنم. وقتی کودک بودیم بیشتر از این بازی میکردیم. داراب در لیسه جیمز مدیسن در ایالت ویرجینیا در هومی واشنگتن دی سی درس میخواند. او بخشی از شاگردان چند ملیتی در مکتب خود می باشد. من یگانه کسی نیستم که از یک کشور بیرونی آمده باشم. پس چهره من برای همه آنها ناشنا نیست. ما همه دارای یک وجه مشترک می باشیم. یکی از چیزهای خوب داشتن شاگردان از نقاط مختلف جهان، دیدگاه ها و تجارب است که آنان با خود می آورند. این کار ارزش را در صنف، ساحه، بیرون ساحه و جاهای دیگر بلند می برد. آنها از هم می آموزند و دیدگاه های یک دیگر را می شنوند. این کار در رشد فردی آنها ممد واقع می گردد. اما متفاوت بودن برای داراب مشکل نیست. او ریشه های افغان بودن خود را نگه می دارد. از جایی که پدر و مادرت آمدند، خودت از آنجا هستی و بدان جا تعلق داری. چون پدر و مادرم در افغانستان تولد یافتند، من به این نظر هستم که من افغان هستم. در حالی که داراب در صنف لسان هسپانوی درست مثل سایر شاگردان نوجوان امریکایی است، او در خانه ارزش‌های خانواده خود را نگه می‌دارد. شما همیشه می‌خواهید مانند برادران بزرگترتان باشید. آنها برای شما نمونه‌اند. وقتی دیدم آنها در سن کم بازی می‌کنند، من نیز تشویق شدم تا با آنها یک جا بازی کنم. بسکتبال یک ورزش بسیار خوب است. داراب عضو تیم بسکتبال مکتب خود می‌باشد و آرزو دارد تا یک روز در انجمن ملی بسکتبال بازی کند. بسکتبال او را در میدان بازی و خارج از آن به یک ستاره مبدل ساخته است. اما پدر و مادرش هستند که به او اهمیت تعلیم و تربیه را گوشزد کرده اند. این درسی است که او را بعد از ختم بازی بسکتبال راهنمایی خواهد کرد. تاجمین، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. پس هم از ایالات متحده، آموختن زبانهای خارجی برای امریکاییان برخلاف برخی از کشورهایی که شاگردان مکاتب باید حداقل یک زبان خارجی را یاد بگیرند اجباری نیست، ولی یک برنامه موسم با آموزگاران زبانهای مهم در نظر دارد تا این روال را در ایالات متحده متحول بسازد. با گذاشته در این رابطه توجه کنید. فرهنگ برای یاد گرفتن زبان بسیار مهم است. تامر اشرقاوی یک معلم است. ربط دادن زبان به فرهنگ و جغرافیای گویندگان همان زبان پروسه یادگیری زبان را آسان تر می سازد. مرحبا. او در برنامه آموزگاران زبانهای مهم وزارت خارجه ایالات متحده به آمریکا آمده است. هدف این برنامه آوردن آموزگاران لسانهای عربی و چینی است تا در مکاتب آمریکایی به اطفال زبان و فرهنگ خود را آموزش دهند. والدین تعدادی از شاگردانم تماس گرفتند. گفتند چطور می شود برای اطفالمان در مورد اسلام حراسی و مسائل شبیه آن آموزش درست داد. آنان مسلمان نیستند ولی می خواهند در این مورد به کودکانشان فهمی درستی داده شود. بیشتر این کودکان هسپانوی صحبت می کنند و انگلیسی را به حیث زبان دوم می آموزند. و حالا عربی نیز یاد می‌گیرند. فلورا لرنمن به شاگردانی که زبان مادریشان انگلیسی نیست
انگلیسی درس می دهد. وقتی شاگردان چندین زبان را در یک وقت می آموزند، همه آن را یاد می گیرند. و مانند هر بخش آموزش فرهنگی دیگر، هر دو طرف از یک دیگر می آموزند. دیدگاه هم درباره امریکایان تغییر کرده است. دیگر به این گفته رسانه ها که امریکایی ها از مسلمانان و عرب ها نفرت دارند باور نمی کنند. الشرقاوی میگوید این اقامتش در واشنگتن چیزهای زیادی را آموخته است. فکر میکنم واشنگتن دی سی جای بسیار خوبی برای هر کسی از هر قسمت دنیا است. تنوع بسیار خوبی که هر کس میتواند آن را در ایالات متحده تجربه کند. الشرقاوی میگوید شاگردان وی ممکن تمامی لغات عربی را که وی به آنان آموزش داده به یاد نداشته باشند و ممکن نام وی را نیز فراموش کنند، ولی این را همیشه به یاد خواهند داشت که یک آموزگار مسلمان و عرب داشتند و او را احترام می کردند. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. می‌پردازیم به گزارش سیهی. مطالعات تازه نشان می‌دهد که تولد زودهنگام بزرگترین عامل مرگ و میر کودکان در سراسر جهان است. کارل پیرسون خبرنگار صدای آمریکا در مورد تولد زودهنگام و اثرات آن روی وضعیت سیهی در طول عمر اطفال گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از همکاران می‌شنوید. این نوزادان کوچک‌اندام با پیامدهای آمدن قبل از وقتشان به این دنیا مجادله می‌کنند. نتیجه این مطالعه حاکی است که سالانه حدود 1 میلیون طفل که قبل از میلاد تولد می‌شوند می‌میرند و اکثرشان هم از کشورهای رو به انکشاف می‌باشند. تکالیف ناشی از تولد قبل از وقت بزرگترین سبب مرگ و میر کودکان در جهان است. دکتر رابرت بلک که هماهنگ کننده این مطالعات بوده این نکته را از طریق اسکایپ به صدای آمریکا گفت. در حالت عادی طفل مدت 39 هفته را در رحم مادر می‌گذراند، اما اگر قبل از هفته 37 تولد شود ممکن از مشکلات چون تأخیر در گفتار، مشکلات بینایی و ناهماهنگی جسمی رنج برده و همچنان در معرض خطر ابتلا به امراض بیشتر قرار گیرد. مغز، سیستم تنفسی و ششهایشان هنوز در حال انکشاف بوده، بنابراین تولد قبل از وقت طفل را بیشتر در معرض اختلاطات قرار می دهد، حتی برای مدت طولانی. دکتر دایان اشتون با سازمان بین المللی مارچ آف دایمز در بخش کاهش تولد نوزادان قبل از وقت کار می کند. ولادت های قبل از میلاد کدام دلیل واحد ندارد. در کشورهای رو به انکشاف بخش از مشکل برای زنان حامله را کمبود رژیم غذایی مناسب و مواد غذایی مفید تشکیل می‌دهد که وجودشان به قدر کافی کلسیم، مواد معدنی و کالری به دست آورده نمی‌تواند. در ایالات متحده میزان عملیات غیر ضروری سزارین یا برداشتن از روی بطن بیشتر است، اما دلایل دیگر هم وجود دارد. ما روش های زیادی داریم که میتوان آن را به کار گرفت، حتی در کشورهای کم عاید که فعلا میزان بلند مرگ و میر مادران را دارا میباشند. مثال این شیوه ها تماس پست با پست که نوزاد را گرم نگه میدارد و تشویق تغذیه با شیر مادر است. در حال حاضر هدف این است که برای جلوگیری از مرگ میر کودکان زیر سن 5 سال و مادران حامله روش های بیشتر را جستجو نمود تا کودکان خوبتر رشد کرده و برای زندگی بهتر و سالم تقدیم جامعه گردد. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. امیدوارم همراهی ما را در نیم ساعت بعدی برنامه فراموش نکنید که به زبان پشتو خواهد بود و باز هم با تازه ترین اخبار افغانستان و جهان همراه است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. به طول و چارو که در آمریکا غږ د ارزښتونو غوره‌والی
ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی سار لاسرسی لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما.